در اعتراض به تصویب قانون جنجالی توهین به مقدسات در پاکستان بعد از ظهر چهارشنبه 16 آگوست، نشستی با حضور احزاب روحانیون و چهره‌های برجسته شیعیان برگزار شد. در این گرد همایی یک روزه، سخنرانان به بحث و تبادل نظر در مورد این قانون پرداخته و اهداف خاصی را که از تصویب آن مد نظر برخی از گروه‌های تندرو بوده است را یادآور شدند. پس از سالها این اولین گرد همایی فراگیر چهره‌های برجسته و احزاب و روحانیون شیعه در پاکستان است که با کنار گذاشتن همه اختلاف‌ها تلاش دارند با همدلی در کنار هم در مقابل تصویب این قانون اعتراض نمایند. هدف از برگزاری این نشست ارسال پیام به مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در پاکستان بوده است که به آنان اعلام شود در صورتی که به خواسته های احزاب، روحانیون و شخصیت های برجسته شیعه توجه نشده و کماکان این قانون به قوت خود باقی بماند، این اعتراض ها تبدیل به تظاهرات و راهپیمایی عمومی شیعیان در سرتاسر پاکستان خواهد شد. احزاب شیعه و شخصیت‌های تأثیرگذار پاکستانی تأکید دارند از تلاش‌های خود تا رسیدن به خواسته‌های خود و لغو یا اصلاح این قانون دست بر نخواهند داشت. آقای افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای افضل رضا، صدای منو دریافت میکنید؟ سلام، همینطور داریم امیدوارم برای کسی سلامتی که امیدوارم صدای بنده رو داشته باشید. صداتون واضحه. جناب افضل رضا، چه اشخاص و گروه‌هایی در نشست شیعیان پاکستان شرکت داشتند و سخنرانها بر چه موضوعهایی بیشتر تاکید دارند؟ بفرمایید. بله، ممنونم. بنده الان در منطقه مرکز اسلام و جایی که گرد همایی بزرگ علما و نخبگان شیعه پاکستان در اعتراض به تصویب قانون جنجالی پاکستان، پشتسر بنده در حال برگزاری گرد همایی رو شاهد هستیم. شخصیت های طرز اول شیعیان پاکستان توی سخنرانی داریم. اجتماع هر دو اقدام برای آسیب زدن به وحدت اسلامی به ویژه تحت شعار بزرگ شیعیان پاکستان به شدت محکوم کردیم و این التیماتوم رو به دولت و نهادهای قدرتمند سیاست‌گذاری کشور گفتم که تا زمانی که چنین قانونهای افراطی از مجلس و از سوی نهادهای ناظر حذف یا مورد تجدید نظر باقی نگیره، اعتراضات علیه این قانون ادامه خواهد داشت و این هشدار نیز از سوی رهبران شیعه پاکستان کتاب به مسئولان کشور اعلام شده در صورت هر گونه مصالحه در خصوص این قانون جنجالی تمام شیعیان به شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان سرازیر شده و سایت‌های اسلامی دست به تحصن زده و تا زمانی که این قانون لغو نشه از تحصن و اعتراض خود کنارگیری نکنند. آقای افضل رضا، هدف از برگزاری این نشست چه بوده و شیعیان پاکستان به دنبال چه چیزهایی در این رابطه هستند؟ همونجور که ما شاهد داریم، شخصیت های برجسته شیعیان با وجود که برخی از این گروه ها امکان داره نسبت به همدیگه زوایایی یا ملاحظاتی داشته باشن، ولی اومدن و یک صدا شدن و گفتن که ما در دست دفاع از حقوق شیعیان و حفاظت از منافع جامعه شیعه یکی هستیم و هیچ گونه اختلافی بین ما باعث نخواهد شد که از این هدف مشترک عمل نشود. سخنان اکثر سخنرانان این مجمع و این اجتماع این بود که دولت به وظیفه خودش، یعنی حفظ برابری برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها، عمل نکرده و این اجتماع یک زنگ هشدار یا یک زنگ خطری واسه اون عناصری خواهند بود که به صورت پنهانی و به دور از دیدگان ناظران حقوق بشر اقدام به تصویب یک جانبه این قانون جنجالی رو کردن. و پیغام مشترکی که رهبران شیعه داده این بود که تا زمانی که این قانون لغو نشه دست به اعتراض زده و این روند اعتراضی همچنان ادامه خواهد داشت.
بله، با تشکر از آقای افضل رضا که از اسلام آباد با ما همراه بودند.